جمهوری اسلامی با شعار استقلال و آزادی شکل گرفت، همون میدونیم. دو شعاری که در واقع بستر و معنای منافع ملی است، یعنی انتخابات آزاد و قدرت رأی مردم و تعیین سرنوشت و این مفاهیم طبیعی است که در شرایط آزادی بیان و اجتماع و تشکل و حزب و بقیه آزادی‌های عمومی و مدنی به وجود میاد. با انقلابی که اینا شعاراش بود، خب یه قوانینی گذاشته شد که مردم بتونن بر اساس منافع خودشون نهادهای حکومت رو انتخاب کنن، یعنی در واقع منافع ملی اینجوری تجلی پیدا کنه. تو قانون اساسی گفتن حتی رهبر مملکت انتخابی است از طریق مجلس خبرگان که خودش انتخاب مردمه، و این منتخبین مردم در مجلس خبرگان وظیفه‌شون نظارت بر عملکرد رهبر، که حتی میتونن عزلش کنن. حالا کاری نداریم به مسئله ولایت فقیه و شورای نگهبان و ساختار و حکومت و اینها. چیزی که میخوایم صحبت کنیم درباره درک روحانیت از سیاست و کشورداری است و نتیجه عملی این درک از حق مردم و حکومت. چون ببینین، وقتی هم میان بر پایه کتاب ولایت فقیه آیت الله خمینی و دستورات او مجلس خبرگان قانون اساسی درست میکنن و بعدم تبدیلش میکنن به مجلس خبرگان رهبری که طبق قانونشون، عرض کردم، وظیفش نظارت بر عملکرد رهبری است، همین کلمه نظارت رو که نص قانون اساسی است میان میگن معنیش که نظارت نیست. نظارت معنیش نظارت نیست، حفاظته. معنی کلمه رو عوض میکنن به همین راحتی. به تعبیری که من به عنوان نظارت بر رهبری رو به عنوان حراست و صیانت از رهبری تفسیر میکنم، تا آخرین نفس انشاءالله خدا توفیق بدهد که ما از امام و انقلاب و مقام رهبری صیانت کنیم، حفاظت کنیم، حراست کنیم و باقی باشیم بر عهدی که با امام بستیم و با رهبری. خب چیزی که وجود نداره منافع و حق مردم و ملت، امام و انقلاب و با دریافت خودشون و تفسیر خودشون به قول آقای مهدوی کنی و رهبری. مصباح یزدی بی خود نیست که اینقدر جایگاه مهمی داره پیش خامنه ای. ببینین یه تیکر رو شاید بارها دیده باشین، ایشون داره سخن خمینی رو درباره حکومت روحانیون توضیح میده. فرمود رئیس جمهور منتخب مردم اگر از طرف ولی فقیه نصب نشود طاغوت است. هزار کسی واجد شرایط باشه، تا اذن از طرف امام نباشه ارزشی نداره، صلاحیت هم داشته باشه، خیلی خوب هم بلد باشه مدیریت مردم، همه مردم هم قبولش داشته باشه، او حق حکومت کردن رو اونها نداره. مردم چه کارن که به کسی حق بدن؟ مگه خودشون دارن هم چه حقی رو؟ خب این میدانید که حرف تازه‌ای نبود از روحانیون به حکومت رسیده. آیت الله خمینی هم به صراحت گفته بود اینو. اگر همه مردم هم موافق باشن من مخالفم. اگر همه مردم هم موافق باشن من مخالفم. و من که مخالف باشم یعنی خدا مخالفه. و بنابراین حرف منه که باید عمل بشه. چون حکومت ولی فقیه و حکومت ولی امام معصوم و حکومت الله دیگه، اینا بارها صحبت شده. حق الناس کجاست؟ حق مردم کجاست؟ خب یعنی میدونین وقتی آدم به اینجا میرسه میبینه این مردم سالاری دینی این داستانا واقعا قصه میشه وقتی آدم اینا رو میبینه. آیا اصولا دخالت روحانیون در سیاست به اینجا میرسه که شنیدیم؟ یعنی رو در رو قرار گرفتن حرف و رأی همه مردم با حرف و رأی یک نفر، یک روحانی، و از اینجا طبیعتاً میشه بلافاصله نتیجه گرفت منافع و رأی یک روحانی به عنوان ولی فقیه و دنبال روحاش که در رأسشون کاست روحانیت است، کاست بسته به عنوان روحانیون حاکم، در مقابل منافع و رأی همه مردم، یعنی در مقابل منافع ملی.
حالا این برداشتی است که از این گزارش که عرض کردم خدمتتون میشود کرد. صحبت خواهیم کرد با مهمانان محترم برنامه. خیلی ها هستن که میگن در مقابل این درک که میگن اینایی که الان در حکومتن صالح نیستن، وگرنه روحانیت مترقی همیشه در سیاست دخالتش مفید و مؤثر بوده و مهمترین نمونه را دوره مشروطه میدونن و آخوندهای مشروطه خواه. حالا بذارید من یه مثال بزنم قبل از اینکه بریم سراغ مهمانان عزیز. دو چهره معروف روحانیون مشروطه خواه تو کتابای تاریخ مدارس هم خوندیم، حتی سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی بودن که بهشون سیدین میگفتن، همراه هم بودن. من یه اشاره میخوام بکنم به یکی از اینا، سید عبدالله بهبهانی که قدرت بسیار زیادی داشت، حتی معروف است که هر کی میخواست صاحب منصب بشه میرفته حتما سراغ او، و چون چهرش یک مقدار سوخته بود، یعنی در بلاد بحرین متولد شده بود، بهش میگفتن شاه سیاه، یعنی قدرتش انقدر زیاد بوده، هم سنگ شاه. حالا ببینید دربارش رسانه های جمهوری اسلامی نوشتن در انتخابات مجلس اول بهبهانی وکیل گردید. نام سید عبدالله بهبهانی همباره یادآور نقش روحانیت در هدایت نهضت مشروطه است. عبدالله بهبهانی که نقش موثری در مبارزه با استبداد حکومت قاجار در سالهای پایانی این سلسله داشت، در کشاکش نهضت مشروطه به شهادت رسید. منزلت و قدرت بهبهانی در این دوره با افتتاح مجلس و استقرار مشروطه افزایش یافت و او دورانی پرنفوذتر از پیش را در حیات سیاسی خود آغاز کرد و بسیاری از کارهای کشور در منزل او حل و فصل می شد. بیشتر نمایندگان مجلس تحت نفوذ و تأثیر کلام او بودند و موافقت یا مخالفت او برای ثبات یا تزلزل دولت‌ها تعیین کننده بود. خب حالا ببینین یحیی دولت آبادی که کتاب حیات یحیی اعتبارش میدانید دیگه چقدره، فکر میکنم حیات یحیی هم الان تو کتاب فروشان پیدا بشه، نوشته است خانه سید عبدالله بهبهانی مانند خانه وزرا و محل رفت آمد ارباب حاجت است و بالجمله وضع آقا سید عبدالله را در خرج فوق‌العاده و بیبندوباری زندگی جز به کارهای بیبندوبار میرزا علی اصغر خان امین السلطان به چیز دیگر نمیتوانم تشبیه کنم. چند کالسکه و درشکه نگاه داشته، 40 اسب در سر طویلهش بسته میشود. پسران متعددش هر یک زندگانی وسیع و اسباب تجمل بسیار و خرج فراوان دارند. معلوم است این اداره وسیع لااقل در ماه چند هزار تومان خرج دارد و از کجا میرسد در صورتی که آیدی معینی ندارد و تمام را باید از اینجا و آنجا به دست آورد. البته این رفتار از کسی که دعوی حجت الاسلامی می نماید و خود را مرد خدا و اهل آخرت می داند پسندیده نیست و موجب تکدر خاطر عام و خاص است. اما سید هیچ اعتنا به نظریات خلق درباره خود ندارد و زندگانی بیبند و بار و پادر هوای خود را برای خود پایدار تصور می نماید. یه پاراگراف دیگه هم بخونم. سید به هر وسیله هست، سید عبدالله بهبهانی از هر کس و هر جا دخل های عمده نمود، هر کجا احتمال بدهد می تواند استفاده ای کرد، با تمام قوا رشته کار را محکم نگاه می دارد تا دخل خود را بکند و رها نماید. از شرعیات و عرفیات هر دو فایده می برد. عدلیه اعظم را یک دکه اجرایی برای احکام خود تصور می نماید و توقع دارد ناسخ و منسوخ احکام او هر دو را اجرا کنند تا از هر دو راه استفاده کرده باشد. این است که همه چه مستبد و چه مشروط خواه از او رنجش حاصل نمودند. حال سوال این است که وقتی میبینیم که نمونه روحانیون مشروطه خواه و به اصطلاح مترقی و به تبع مشروطه خواهی آزادی خواه دیگه اینجوری از کار در میان، آیا اصولا میشود به روحانی در روند ترقی خواهی مملکت اعتماد کرد؟ بذاریم برای جواب این سوال که در واقع کل برنامه است بریم یکم عقبتر، به زمانی که روحانیت مستقیما در سیاست و کشورداری دخالت کرد، از اون موقع شروع کرد در واقع. و اجازه بدیم برای اینکه حق دوستان فیسبوک هم رعایت بشه یکی دوتا از پرسش های دوستان فیسبوک رو بشنویم و بازگردیم. وجهه مشترک دین با سیاست چیه که آقایون روحانی از خمینی تا خامنه ای با استناد به جمله مدرس که گفته بود سیاست ما عین دیانت ماست خودشون رو موظف به دخالت در سیاست میدونن؟ و آیا در تاریخ ما مورد موفقی از حکومت دینی داشتیم که الگوی این حضرات باشه؟
چرا روحانیت خودش رو موهق ورود به همه عرصه‌ها، اهم از هنر و سبک زندگی و علوم تجربی و انسانی و غیره میدونه؟ چرا در تمام امور مداخله و اظهار نظر میکنن؟ مگه سیاسیون اجازه ورود و اظهار نظر در علوم دینی رو دارن؟ بارها شاهد برخورد روحانیت با اظهار نظر کنندگان صنوف دیگه در امور دینی بودیم که اونها رو از ورود و اظهار نظر منع میکردن، ولی خود روحانیت بی‌محابا در کلیه مسائل دخالت میکنن. چرا؟ آیا سیاست برای ایشان شیرینه چون قدرت و بلتب ثروت رو به دنبال داره؟ رابطه ی روحانیت با پادشاهان در طول تاریخ چگونه بوده؟ دیانت و سیاست هیچگاه دارای منافع مشترک نبودن. چرا عرصه سیاست جولانگاه روحانیت شده؟ خب در خدمت آقای محمد نوریزاد هستیم. متاسفانه فقط از طریق تلفن. آقای نوریزاد خوش آمدید به برنامه امشب صفحه آخر. به سلامتی، هم به شما سلام میکنم، هم به مردم عزیز، و هم اگر مهمانی دارید به ایشون هم سلام میگم. در خدمت آقای محمد امینی مهمان دیگر برنامه هستن، درود به ایشون هم عرض میکنم و بله بعد خدمت ایشون هم خواهیم رفت. مقدمتا ببینین، مجموعه سوال هایی که الان شد از دو نفر از دوستان فیسبوک پخش کردیم که در واقع از هر قسمتش که شما شروع می‌فرمایید بفرمایید که بعد بحث رو بتونیم ادامه بدیم. آقای نوریزاد خواهش میکنم. جناب آقای فلاحتی، ببینید در بین روحانیان هستن انسان‌های شایسته اما بسیار کم. من فکر میکنم این برنامه امشب شما یه مقدار حساسه و لبه تیزی به سمت آخوندها و روحانیانی داره که لاجرم ما باید بخشی از اونها رو جدا بکنیم و بگیم کما اینکه در هر صنف آدمهای خوب و شایسته هستند، صنف روحانیت نیز از این قاعده مستثنا نیست. همچنان که در بین کتشلواری ها آدمهای خوب و خائن هستند، در بین روحانیان هم هستند. پس جوری حرف بزنیم که بعضی از آدمهای خوب روحانی مکدر نشن. طبقه روحانی در هر دین و مرام و مسلکی هست. من باورم بر اینه که حتی مارکسیست ها هم به شکل غیر مستقیم از این جماعت داشتند و دارن. اینا افرادی هستند که از دین و از سخن گفتن از مرام و عقیده نان میخورن، از زرتشتیان گرفته تا مسیحیان، تا بودائیان، تا یهودیان، تا همه. در هر طبقه روحانی هست آقای فلاحتی. مهم اما اینه که جمع بسیاری از این آخوندها و روحانیان با به هم بافتن خرافات نگاه مردم رو به سمت خودشون چفت میزنن، جوری که در میان مردم یک حس غیر مستقیمی شکل بگیره از نمایندگی خدا، که یعنی یک آخوند، یک روحانی نماینده خداوند است بر زمین. اینم خصوصیات بهشتش و اینم خصوصیات جهنمش. در هر طبقه هم آدم های خوب و بد هستن. خوبها بسیار کم و بدها و مردم فریبها و مفتخورها بسیار فراوان. من باورم بر اینه که آخونده اگر فرصت پیدا کنن حتما به اسم خدا آدم می کشن، کما اینکه کشتن در ایران، و به اسم خدا زندانی می کنن، شلاق می زنن، مصادره می کنن و مردم رو آواره می کنن، که نمونش رو به وفور در ایران دیده ایم و می بینیم. مهم اینه که این روحانیون در حاشیه باشن یا بر مسند. اگر در حاشیه باشن با هر پدیده نو مخالفت میکنن، چرا که خودشون بر کهنگی تاریخی چف بستن، و اگر بر مسند باشن میزنن، میکشن، نابود میکنن و اموال مردم رو بالا میکشن. اما پرسشی اگر... که معذرت میخوام، پرسشی که بود، یکی از در واقع اون پرسش های متعددی که یکی از دوستان فیسبوک کرده بودن این بود که همین نکته‌ای که شما الان اشاره فرمودید، من برای اینکه زود برگردیم سر همون گره خدمتتون عرض می‌کنم این نکته رو، که این دوست عزیز فرموده بودند که از هر صنفی وقتی که به مسائل دینی دخالت می‌شود یا حتی مطلبی نوشته می‌شود، فرض می‌فرمایید جامعه شناس درباره مثلا چگونگی نفوذ دین در مثلا فلان قشر جامعه مطلبی می‌نویسه، روحانیون بهش حمله می‌کنه و میگن این حوزه تو نیست و نباید وارد بشی. یا یک نفر میشینه مثلا تفسیر خاصی از قرآن میکنه، میگن این حوزه تو نیست چون تو مجتهد نیستی و نباید وارد بشی، یا تو مفسر قرآن نیستی. چرا؟ سوال این بود که چرا روحانیون را اگر به عنوان یک صنف شما فرض بفرمایید تصور میفرمایید آقای نوریزاد، روحانی این حق رو داره که دخالت بکنه در همه امور
مملکت و کشورداری از فیزیک و شیمی و غیره گرفته تا علوم سیاسی به طور کلی، ولی دیگران حق ندارن در امور حتی حاشیه‌ای اون صنف نظر بدن. حتی آقای فلاحتی یک بی‌تربیتی تاریخیه، یعنی اگر به تاریخ مراجعه کنیم می‌بینیم هماره در طول تاریخ روحانیان شیعه، گرچه روحانیان دیگه هم از همین طیفند، به شدت مشتاق و مروج جهالت مخاطبین خودشون بودن. یه آخون وقتی وارد یک روستا میشه از بیسوادی مردم لذت میبرده. در قدیم حضور یک آدم باسواد در اون روستا موجب رنجش یک آخون میشده، نه اینکه موجب گشایش او. شما هرگز یک فقیه سراغ ندارید که در طول تاریخ مردم رو به باسواد شدن ترغیب و تشویق کرده باشه. آخوندها در یک گرسنگی تاریخی مشتاق این بودن که کل مردم جاهل و نفهم و ببو باشن و اونا درس خونده. اصلا لفظ آخوند آقای فلاحتی یعنی این که آقا خونده، از همینجا پا گرفت که در میان خیلی بیسوادان آغاز که درس خونده. ظهور انقلاب 57 در ایران، آخوندهای حاکم یه دفعه مواجه شدن با خیلی باسوادان. با اینا چی میشد کرد؟ راز فراری دادن نخبگان و باسوادان و خانه نشین کردن اونها از همین جا ناشی میشه، در یک بیتربیتی تاریخی. نباید سخنی برتر از سخن و رأی آخوند در میان باشه. علت مخالفت آخوندهای پوسیده در گذشته با مظاهر تجدد مثل مدرسه ها و حمام ها و چراغ برق و بلنگو و دوچرخه و رأی دادن بانوان و وجه پیدا کردن رأی و نظر مردم، از همین واژگونگی آخوندهاست که نشأت میگیره. اما اینکه چرا خودشون دخالت میکنن و دیگران نباید در حوزه اونها دخالت بکنن، من باورم مدید بر اینه که یک بیتربیتی تاریخی است و اینا نه که مرتب با مردمی جاهل و نفهم و درس نخوانده مواجه بودن و در هر حوزه ای اینها بودن که دخالت میکردن و مردم هاج و واج به رأی و نظر اونها نگاه میکردن. این رو به امروز هم آوردن. یک آیت الله 80-90 ساله امروزی، یعنی مطابق اصل فقهی که خوانده، خودش رو صاحب همه چیز مردم، حتی مال و جان و ناموس مردم میدونه، چرا نباید در فیزیک و شیمی دخالت کنه؟ وقتی او خودش رو مالک همه چیز میبینه، داره همه چیز دخالت میکنه. بله، سپاسگزارم. آقای محمد امینی، مهمان محترم دیگر برنامه، خوش آمدید به برنامه امشب صفحه آخر. آقای امینی، آقای امینی رم که خب نیازی به معرفی ندارن، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران. آقای امینی، اجازه بفرمایید که بنده به طور مشخص یه مقدار بازگردم به گذشته و در حال فرصتی که داریم فشرده یک اشاره هایی بکنیم که خب شما خوشبختانه استادانه با کمال موجز، با کلام موجزتون همیشه اینا رو به زمان مطرح میکنید. ببینید، یه سری قراردادهایی که با کشورهای دیگه بسته شد که معروفترینش قرارداد ترکمنچای بود و از دست رفتن 17 شهر قفقاز. چه بود ماجرا؟ شما به دقت این نقش روحانیون رو در اون دوره بررسی کردین همیشه. بفرمایید، خواهش میکنم که بعد وارد دوره مشروطه بشیم و بگذریم از این دوره. خواهش میکنم، بفرمایید. اجازه بدید که آغاز کنم سخن خودم رو با درود و به راستی شادباش و دوستی با جناب نوریزاد که به داوری من یکی از با درایت ترین و شجاع‌ترین رهبران اپوزیسیون در داخل ایران هستند و خوشحالم که با ایشون در یک برنامه هستم. اما اجازه بدید پاسخ بدم به نکته گفتید. ببینید، مسئله در واقع بر سر این است که ما در تاریخ ایران با یک پدیده بسیار بسیار ارزشمندی روبرو بودیم به نام دیوان سالاری، که ما سنت 3000 ساله دیوان. دیوان سالاری ایران است. این دیوان سالاران بودند که توانستند حکومت اعراب مسلمان چیره بر ایران رو ایرانی بکنند، یا توانستند دولت غزنوی رو
نخستین دولت ترکمان ایران رو با آیین‌های و ارزش‌های ایرانی آشنا بکنند و همچنین در دوره سلجوقیان و مغول و صفویان و پس از اون روحانیون رقیب دیوان سالاری بودند و با دیوان سالاری دشمنی داشتند. در دورانی که اشاره کردید دیوان سالاران ایران، فرهیختگان ایران مخالف آغاز جنگ دوم ایران و روس بودند و بر این باور بودند که ایران توانایی این جنگ رو نداره، از جمله نایب السلطنه عباس میرزا که خود در جنگ اول چشیده بود نیروی مزه نیروی روسیه رو در جنگی که به پیمان گلستان منتهی شد، میدانست که ایران توانایی جنگ دوم رو نداره و دولت روسیه تزاری هم که در اون هنگام با انگلستان درگیر بود، با غرب درگیر بود، برای این بود که با ایران صلح بکنه و حتی حاضر بود بسیاری از بخش‌های پیمان گلستان رو کنار بگذاره. دو نفر از روحانیون برجسته اون زمان، ملا احمد نراقی از کاشان و آخوندی به نام سید محمد اصفهانی طباطبایی معروف به سید محمد مجاهد، فتوا دادن و این سید محمد مجاهد اصلا آمد به سلطانیه و به جایی که در شاه پادشاه قاجار در اونجا بود و فتوای جنگ رو صادر کردند و به جنگ رفتند و در این جنگ دوم بود که برای همیشه قفقاز که به راستی باید گفت سرسبزترین و بخش بسیار مهمی از سرزمین ایران بود و بیشتر هم سنی نشین بود، اگر در ایران میماند این تناسب رو در جامعه ایران میان سنی و شیعه حفظ میکرد، از ایران برای همیشه جدا شد و حتی دولت تزاری بر پایه پیمان ترکمانچای اجازه دخالت در ولیعهدی جانشینی پادشاه در ایران پیدا کرد. این رو ما مدیون دخالت روحانیان در سیاست هستیم. آقای امینی، ملا احمد نراقی و مجاهد اصفهانی که فتوای جنگ با روس رو دادن و بعد به اون فاجعه از دست رفتن 17 شهر قفقاز منجر شد، خب اینها این قدرت رو ناگهانی به دست نیاورده بودند. قدرت روحانیت شیعه در ایران، در واقع بحث روحانیت شیعه هم هستی، روحانیت یعنی روحانیت شیعه، این روحانیت شیعه از چه زمانی اصولا وارد کشورداری شد و سیاست متمرکز؟ در واقع روحانیت شیعه اصلا ما در ایران نیروی برجسته‌ای به نام روحانیان شیعه نداشتیم. پس از اینکه شاه اسماعیل صفوی مذهب آیین شیعی رو بر ایران به ضرب شمشیر قزلباش چیره کرد و در ایران هیچ مجتهد شیعی وجود نمی داشت، در همون میانه کار چند تن از روحانیان برجسته جبل عامل لبنان رو از جمله علامه کرکی رو به ایران آوردند از روستایی به نام کرک در لبنان که البته در اون هنگام در حله میزیست. اینها آمدن به ایران و در واقع اینها بودند که آغازگر ساختار روحانیت شیعه شدن. نخستین حوزه علمیه شیعه در ایران در کاشان در همین دوران شاه طهماسب جانشین شاه اسماعیل صفوی به وجود آمد. شاه طهماسب فرمانی صادر کرده بود، آنچنان وفادار به آیین بود که این کرکی رو بالاتر از خودش و نماینده امام زمان خوانده بود و از اینجا دخالت اونها در امور کشوری آغاز شد و در دوران شاه عباس بود که تقریبا میتوان گفت نفوذ اینها کاهش پیدا کرد. بهایی، شیخ بهایی در همون دوران با اینکه خیلی نفوذ داشت جرأت نکرد که این همزمانی نوروز رو با محرم به شاه عباس گوشزد بکنه، ولی بر روی آغاز نفوذ روحانیان شیعی در ایران از دوران شاه طهماسب صفوی آغاز می شود که به راستی می توان گفت در تمام این دوران صفوی فاجعه آفریده و به فاجعه معروف فقدان دفاع از اصفهان در دوران سلطان حسین، شاه سلطان حسین در مقابل نزدیک به 10,000 نفر سپاهی افغانی که خودشون رو وفادار به پادشاه ایران میدانستند انجامید. خب ببینید، آیا میشود گفت آقای امینی که قبل از اون اشاره‌ای که شما فرمودید شیعه کردن مردم ایران به ضرب شمشیر شاه اسماعیل صفوی، قبل از این اکثریت جمعیت ایران سنی مذهب بودن؟
یا اصلا نمیدونم. به هر حال منظورم اینه که اکثریت شیعه نبود. در همون تاریخ نوشتن، در تاریخ ها آمده، در همون شهر تبریز که ورود شاه اسماعیل و آغاز پادشاهی او در هنگام 14 سالگی است، به گفته یکی از کتاب‌های تاریخی از 6 دانگ مردم تبریز 4 دانگ یا 75% سنی بودند. ولی اسلام هم به ضرب شمشیر چیره شده، نه این است که شیعیگری به ضرب شمشیر چیره شده. کمتر دینی است که به ضرب شمشیر و با پشتیبانی فرمان روایی چیره نشده باشد. زرتشتیگری هم به یاری اردشیر پاپکان دین رسمی. حالا باز میگردیم به اون قسمت، من اشاره اتفاقا میخوام بکنم که فرصتی داشته باشیم به اون موضوع باز میگردیم. اجازه بدین همین کرونولوژیک در واقع که داریم میایم جلو، همین بر پایه این روند زمانی از اون موقع که میایم جلو، خب این تناقضات جامعه عرفی، جامعه دینی در همون نظام به هر حال اجتماعی زمان صفویه و بعد قاجار و بعد تحولات جهانی میرسد به انقلاب مشروطه. در انقلاب مشروطه اونطور تحولی که رخ میده نتیجهش اون چیزی نیست که ما امروز که نگاه میکنیم به هر حال بشه ساده بهش نگریست و نتیجه گیری کرد. اجازه بدین یک پرسشی از یکی از دوستان فیسبوک در همین زمینه است بشنویم، بازگردیم. آقای امینی خواهش میکنم پاسخ بفرمایید. در زمان مشروطه که مردم ایران بسیار مذهبی و سنتی تر نسبت به انقلاب 57 بودند و جایگاه روحانیت هم بالاتر بود، چرا اون نهضت منجر به برقراری حکومت اسلامی نشد اما انقلاب 57 یه حکومت کاملا ایدئولوژیک و مذهبی به بار آورد؟ خب آقای امینی خواهش میکنم. جنبش مشروطه جنبش شهری بود، جنبشی بود در اساسا در دو شهر تهران و تبریز و نزدیک به 5 شهر پیرامون. دو شهر تهران و تبریز شهرهای بنیادی انقلاب مشروطه بودند و در تهران و تبریز اون هم نه همه مردم بلکه نخبگان مردم درگیر انقلاب مشروطه بودند. و در اون هنگام به راستی باید گفت که موضوع مدرن شدن جامعه، موضوع غربی شدن جامعه، موضوع اندیشه های تازه‌ای که از غرب به ایران رسیده بود، پیرامون حق مردم در تعیین سرنوشت خودشون که نکته ایست که جناب نوریزاد هم بهش اشاره کردن. ببینید در تاریخ دین مردم امت بودن، همه دین ها مردم امت بودن. حتی کاری که لوتر کرد در برگردان انجیل به آلمانی برای این بود که این انجیل رو مردمی بکنه. ما در ایران با این پدیده روبرو نبودیم و در انقلاب مشروطه به راستی با یک جنبش نیرومند توده‌ای روبرو شدیم، مردمی روبرو شدیم که خیلی از روحانیان شیعه امروز میخواهند کتمان کنند که بابی ها در برانگیختن این ارزش مردمی شدن جنبش مشروطه بسیار نقش داشتن، ارزش آوردن برداشت های مردمی درباره دین. در اون دوران همون گونه که جامعه ایران در میان شاهزادگان و میرزایان و درس خواندگان به دو پاره تقسیم شده بود، جامعه دینی هم به دو پاره تقسیم شده بود. یعنی گروهی از دینداران گمان می‌کردند یا روحانیان گمان می‌کردند که مشروطه شدن ایران به سود جامعه، دین و مردم است و گروه بسیاری بیشتر اونها مخالف بودند که شیخ فضل‌الله نوری نماینده اونها بود. چون این جنبش جنبش شهری بود در میان نخبگان و میرزایان و بازاریان و شاهزادگان و کسانی از این دست پایه داشت، توانست یک اکثریت رو به سوی خودش بکشاند و بیشتر مردم به حکومت ملت رأی دادند. برای نخستین بار در تاریخ ایران مردم گفتن ما نه امت هستیم نه رعیت و ما ملت هستیم. انقلاب 57 کوششی از سوی آیت الله خمینی بود که این حقوق ملت رو فدای قدرت روحانیت و بازگرداندن ملت به امت بکنه، به کسانی بکنه که هیچ نقشی در جامعه ندارند. سپاسگزارم از شما. آقای محمد نوریزاد، در پاسخ به این پرسش من میخوام برگردیم به قبل از انقلاب، یعنی فاصله انقلاب مشروطه تا انقلاب بهمن. اگه اجازه میفرمایید یک پرسش از یکی از دوستان فیسبوک بشنویم، پاسخ را از شما خواهیم داشت.
چطور شد که در دوره رضا شاه پهلوی روحانیت تحت کنترل بود و روی منبر قدرتی نداشت، اما در دوره محمد رضا شاه پهلوی از کنترل خارج شد و قدرت گرفت؟ بله، خواهش میکنم آقای نوری‌زاده. من اگر جناب امینی مکدر نمیشن یه مقدار با ایشون مخالفت کنم در اینکه چرا انقلاب 57 به این شکل سپری شد و به این سرانجام رسید. من با اطمینان میگم، اگرچه اصلا دوست ندارم به لحاظ یک انسانی که بخش وسیع از عمرش رو صرف برپایی این انقلاب و سیانت از این انقلاب کرده، من با اطمینان میگم اصل انقلاب 57 و اصل برکشیده شدن آخوندهای گرسنه و سیری ناپذیر و آدم کش و رفتن شاه و برچیده شدن نظام شاهنشاهی و تسخیر سفارت آمریکا و جنگ 8 ساله و ورود آخوندهای بیکفایت به داستان هسته‌ای رسماً و مستندن کار آمریکایی‌ها، روس‌ها، اسرائیلی‌ها بوده به هزار دلیل. حتی به جرأت میگم اصل حمایت آخوندهای ایران از فلسطینی‌های حرکت کاملاً آمریکایی اسرائیلی است به 1001 دلیل. به اینها میگم شما دلتون برای کشته شدن مسلمانان فلسطین سوخته، مگه مسلمانان چچن یا مسلمانان میانمار که از بیخ نسل روبی شدن مسلمان نبودن؟ منتها اسرائیل چه بهره‌ای میبره از هواداری آخوندهای ایران از مسلمانان چچن یا میانمار؟ اگر اجازه بدید من یه مقدمه ای عرض کنم در مورد اون پرسش شما از جناب امینی که چه شد که روحانیان برآمدند. ببینید، امامان شیعه تا پیش از امام باقر خمس نمی گرفتن، گرچه در زمان امام صادق هدایای مردمی قبول می کردن، اما از زمان امام دهم و با نظام هرمی که امام هفتم بنا کرده بود دریافت خمس رسما عملی شد. در این میان واسطگان و جمعی از مردم قابل اعتماد این خمس ها رو می گرفتن و برای امام می فرستادن. این واسطگان همیشه که نمی تونستن نیاز مالی خودشونو نادیده بگیرن، پول بی زبان مردم توی دستشون بود و هزار وسوسه هم همراهش. این شد که مقام واسطگان قدر و قیمت پولی پیدا کرد. طرف تا به هر دلیل می شد واسطه امام و مردم، دستش به پول مردم گشوده میشد، کسی هم نبود که ازش حساب و کتاب بخواد. واسطه امام آدمای معمولی نبودن، حتما طایفه خودی از علما از میان کسانی انتخاب میشدن که قال الباقر و قال الصادق در کلام و سیمای اونها جاری بشه. شاید راز و ریشه پا گرفتن علمای شیعه در همین وجوهات شرعی باشه. هر کجا پای پول باشه، یا بهتر بگم آقای فلاحتی، هر کجا علمای شیعه هستن حتما ردی از پول یا همون وجوهات شرعی در میان هست. ببینید، مشروطه از وقتی پا گرفت که پای جوانان ایرانی به اروپا باز شد، علت مشروطه هر چه که بود جنبشی بود برای خروج از بن‌بست‌ها و چارچوب‌های متسلب مذهبی. یکی از مخالفان سرسخت مشروطه همین شیخ فضل الله نوری است که در ایران در تهران براش بزرگ راه ساختند و چه که مشروطه رو فتنه، دقیقاً با همین لفظ فتنه میدونست. همین شیخ فضل الله نوری به شدت با قوانینی چون مساوات حقوقی مردم کشور با تحصیل اجباری با آزادی مطبوعات مخالف بود. این شیخ سیلی به صورت خودش میزد، فریاد میکشید که طبق قوانین شرع مقدس اسلام امکان نداره حقوق یک مسلمان با یک غیر مسلمان برابر باشه و اگه یک مسلمان زد و کافری رو کشت، او رو شما نمیتونید قصاص کنید، فقط باید ازش دیه بگیرید. این شیخ اصرار داشت به اینکه مطبوعات حتما باید زیر نظر علمای شیعه منتشر بشه. این شیخ رسما تحصیل زبانهای خارجی و تحصیل فیزیک و شیمی رو باعث ضعیف و نحیف شدن عقاید بچه‌های مردم میدونست، به شدت با تأسیس مدارس دخترانه و بیرون زدن بانوان و دختران از چهاردیواری خونه ها مخالف بود. رضا شاه واقعیتش اینه که به تأسی از همتای ترک خودش آتاتورک، تسلب مذهبی و تسلط روحانیون بر مقدرات کشور رو علت اصلی رکود کشور میدونست. پس تا تونست پروبال نفوذ روحانیون رو قیچی کرد. شما تصور میتونید بکنید که تمام سیستم قضایی و عدلیه در طول دوره قاجار در اختیار روحانیان بود، همینجور که جناب امینی و خودش جناب علی خوندید از بساطی که بهبهانی آراسته بود، اینا از همین نظام عدلیه‌ای که در اختیارشون بود میگرفتن.
بعد از شهریور 1320 و اشغال ایران توسط قوای متفقین که منجر به استعفای رضا شاه شد، لاجرم یه گشایش‌هایی در عرصه سیاسی اجتماعی کشور رخ میده. اینم بگم که در تمام دوره قاجار واقعیتش روحانیان خیلی فراوان دستشون توی اداره کشور گشوده بود. رضا شاه که رفت، باز نظام مجلس و دولت که کم رنگ شده بود قدر و قیمت پیدا کرد. در این دوره یه روحانی به اسم سید ابوالقاسم کاشانی از تبعید برمیگرده و انتخاب میشه و وارد مجلس میشه و صندلی ریاست مجلس هم میشینه. این روحانی ابتدا در کنار مصدق با او در ملی کردن صنعت نفت هم رأی میشه، اما با دخالت‌های فراوانش بین او و مصدق فاصله میفته. منتها اینم بگم یک روحانی غضبناک در سالهای بعد از شهریور 1320 که تنها نسخه مداوای اسلامیش ترور و کشتن مسئولان حکومتی و مخالفان و دگراندیشانه، ظهور میکنه به اسم سید مجتبی نواب صفوی. ظهور نواب صفوی فرصتی است برای سرفرو بردن به ذات مذهبی که اگه ضرورت ببینه به اسم اسلام، به اسم خدا، به صغیر و کبیر رحم نمیکنه. علتی ظهور کشتار سال 88، من واقعا میگم این استعدادی است که در مذهب شیعه هست. آیه خامنه ای از خودش اینا رو در نمیاره، یا مثلا فلاحیان وقتی آدم میکشه اینا رو از خودش در نمیاره. این استعدادی است که در شیعه هست. اینا فتوا میگیرن به راحتی مخالفین رو از پا در میارن. اگه فرصت دارم یه نکته ایرم در مورد آیه خمینی بگم جناب آیه خمینی. ببینید بعد از وفات آیت الله بروجردی، آیه خمینی هنوز به مقام مرجعیت نرسیده بود. او بهش میگفتن آقا روح الله. در منبرهاش از سیاست‌های دولت و شخص شاه انتقاد کرد، به ویژه از حق رأی زنان. اینکه چرا باید پای زنان رو به میان کشید و به اونها حق برابر با مردها داد، و یا به لغو نظام ارباب و رعیتی ایشون معترض بود. آقای روح الله خمینی رو دستگیر میکنن، میبرن زندان، و چون مرجع تقلید نبود خوف این میرفت که اعدامش کنن. اینجا بود که مراجعی چون سید کاظم شریعت مداری، حسین علی منتظری، یه تلگرامی برای شاه و برای مسئولین وقت میفرستن. در اون تلگرام از آقای خمینی با لفظ آیت الله اسم میبرن. طبق قانون مشروطه از قدیم مراجع تقلید از محاکمه مسئول و معاف بودن. این میشه که حاج آقا روح الله سابق و آیت الله فعلی از اعدام جان سالم به در میبره، و بعدها همین حرکت رو در جهت معکوس با شریعت مداری و آقای منتظری به کار میبنده. شما هر کجا از دهان رهبر امروز آیه خامنه‌ای و سرداران و مسئولان جمهوری اسلامی شنیدید که میزنیم فلان فلان میکنیم، مطمئن باشید تر پس این رجزهای کور کارخانه های اسلحه سازی آمریکا و روس و چین کمین کرده. ظهور انقلاب 57 و بر سر کار آمدن آخوندهای بیکفایت، اولین فایدهش برای ابرقدرت ها فروش سرسام‌آور اسلحه به کشورهای همسایه ایران بود. اونا به این آدم های خام و بیکفایت و رجزخان محتاج بودند. آخوندهای حاکم بر ایران بهترین گزینه بودند برای آمریکا و اسرائیل و روسیه و چین. به همین خاطر بود که در زدن و کشتن و تاراندن مخالفان آخوندها به آخوندها کمک کردند، و ولایت فقیه آقای صلاحتی به گمان من تجلی یا خروجی یا استعداد مذهبی است که میتونه بزنه بکشه بدون این که به کسی پاسخگو باشه. میتونه دودمان ها رو به باد بده، میتونه بر جان و مال و ناموس مردم تسلط داشته باشه و مردم رو کلا جاهل بدونه و خودش رو عقل کل بیون که کوچکترین سهمی و نقشی برای رأی مردم قائل بشه. من باز هم در خدمت شما هستم. خواهش میکنم آقای امینی. من باز میگردم خدمت شما و اون پرسشی که از آقای نوریزاد هم کردیم و ایشون پاسخ فرمودن بخشیشو، که دوست فیسبوک کرده بود که چطور شد که در دوره رضا شاه پهلوی روحانیت تحت کنترل بود و روی منبر قدرتی نداشت، اما در دوره محمد رضا شاه پهلوی از کنترل خارج شد و قدرت گرفت. به هر حال ناگهانی نبود که آمدن روحانیت، بارها صحبت شده، ولی اینجا مشخص فشرده. بفرمایید. خواهش میکنم. با پس‌نشینی روحانیان در دوره رضا شاه، بخشی از اون مدیون رفتار رضا شاه است. واقعیت این است که انقلاب مشروطه و دگرگونی های بنیادی مدرنیته در ایران که پیدایش عدلیه بخشی از اون بود و پیش از پادشاهی رضا شاه آغاز شده بود،
و تمام جریان‌های مدرنیته روحانیون رو از کانون فرمانروایی و کانون قدرت کنار نهاد. روحانیون در درازای تاریخ 300 سال پیش از انقلاب مشروطه در دو حوزه چیرگی داشتند: دانش یا دانش آموزی یا علوم به قول خودشون، سواد آموزی که همه در دست اونها بود، به همین دلیل هم به نادرست به اونها عالم میگفتند، علما میگفتند، و دیگری در حوزه قضایی که تمام قضات شهر و تمام ساختارهای قضایی، حتی ازدواج و طلاق و پیمانها و خیارات و معاملات و همه در دست روحانیان بود. انقلاب مشروطه به این پایان داد. پیش از انقلاب مشروطه جنبش مدرنسازی آموزش در ایران آغاز شده بود و در کمرکش انقلاب مشروطه مدرنسازی ساختار قضایی. رضا شاه به این کار ادامه داد با زور. در دوران پس از شهریور 20 که این قدرت مطلقه رضا شاه از سر جامعه کنار رفت و آزادی‌های نسبی در ایران به وجود آمد، یکی از پیامدهای اون بازگشت پاره‌ای از روحانیون به کانون قدرت بود یا به حوزه سیاست بود. شوربختا که دولت محمد رضا شاه در رقابت با جریان‌های سیاسی اون زمان به ویژه با حزب توده و جریان‌های چپ کوشش کرد به روحانیون باج بده، از اونها بهره بگیره. همین آیت الله بروجردی که مرجع تقلید شد، پس از مداخله آقای بهبهانی، فرزند همون آقای بهبهانی که اشاره کردید، سید محمد بهبهانی بود که از محمد رضا شاه خواست که برود در بیمارستان یادت کنه از بروجردی و از او بخواهد که به قم بیاید و مرجعیت و ریاست حوزه رو در قم بپذیره. در دوران محمد رضا شاه به روحانیون باج داده شد، در کتاب‌های درسی در حوزه قضایی از اونها بهره گرفته شد. تصور این بود که اونها می توانند به تاج و تخت یاری برسانند. تصور نمی کردند که یکی بچه گرگ می پرورید، چو پرورده شد خواجه را بردارید. این یکی از کجروی‌های دوران پس از شهریور 20 است و ما با این واقعیت روبرو هستیم که در این دوران میدان داده شد به رشد جریان‌های مذهبی به دلیل رویارویی با جریان‌های سیاسی غیر مذهبی در جامعه. اما این رو هم باید اضافه کنم، کاملا ایشان درست است، ما با یک ذات اساساً ضد مدرنیته و ضد پیشرفت در ساختار روحانیت شیعه روبرو هستیم. یعنی بدون توسل به زور، بدون توسل به خرافات، بدون دشمنی با دانش، این ساختار نمیتواند در جامعه نقشی داشته باشه، نمیتواند خودش رو هم همراه و همکار و همردیف و همزمان بکنه. حالا ببینین آقای امینی، ما الان در همین دقایق گذشته بخش دیگری در واقع از توصیف اوضاع رو کردیم، شما و آقای نوریزاد، از گذشته تا امروز. در این فرصت باقی مانده خواهش می‌کنم بفرمایید که از نظر شما با تجربه و دید تاریخی راه ترقی و پیشرفت، سوال کلیدی است که امروز در برابر همه روشنفکرای ایران، راه ترقی و پیشرفت ایران بر اساس منافع ملی در حقیقت آیا از منشور روحانیت می‌گذره، از منشور دین می‌گذره، یا از منشور، یعنی می‌دونید بر اساس واقعیت صحبت باید کرد دیگه وقتی درباره امروز صحبت میکنیم و چشم انداز، نه بر اساس آنچه که بنده دوست دارم یا شما دوست دارین یا هر دوست دیگری. خواهش ما بفرمایید. ببینید، دین، هر دینی یک پدیده ایمانی است، در حالی که اداره جامعه پدیده تخصصی است و اصلا دین نباید در اداره جامعه که پدیده تخصصی جز اندرزگویی نقشی داشته باشه. آخوندها باید برگردن به مساجد، برگردن به کاری که قرار بوده انجام بدن، کاری که کشیش‌ها در غرب انجام میدن، کاری که خاخام‌ها انجام میدن، برگردن و به برای راهنمای مؤمنان بپردازن. اداره کشور، کشورداری کار تخصصی است، به ویژه در دوران پیشرفت. خب بر نمیگردن، بر نمی... به قول آقای قرائتی در اول انقلاب میگفتش که شما یه آخوند رو ببرین بالای منبر امکان نداره بتونین بیارینش پایین دیگه. بر نمیگردن و داستان این است که باید برشون بیش از 100 سال است که اینها به هر حال بر کشورداری دخالت جدی دارن، لااقل حالا نه در دوره رضا شاه، از بعد از اون، لااقل از 1320 به این طرف که شما اشاره فرمودید و به ویژه در 37 سال گذشته. و اینا بر نمیگردن. خب فراتی، این واقعیت این است که ما برای نخستین بار در تاریخ ایران
ما حتی در دوره صفوی هم نداشتیم. ما برای نخستین بار در تاریخ ایران و در خاورمیانه و در جهان با یک حکومت دینی تمام عیار شیعی روبرو هستیم. امتحان رو هم پس داده، رفوزه شده، نشان داده که از رای حکومت دینی نمیتواند کشور رو اداره کند. همین مذاکرات هسته‌ای رو نگاه کنید، با خفت خاری 200 میلیارد دلار هزینه کردند و تمام شرایط غرب رو پذیرفتند و امروز اعلام میکنند که پیروز شدند. حکومت دینی در ایران به پایان رسیده، مشروعیتش شکست خورده، باید روحانیون برگردن. اگر میخواهند یک ذره از وجود خودشون در تو آینده ایران حفظ کنن، بازگردن به حوزه ها، دست از سر کشورداری بردارن، دست از سر گفته شادروان احمد کسروی سررشتداری کشور بردارن، کار رو به کسانی واگذارن که ممکنه مسلمان باشن، ممکنه غیر مسلمان باشن، اما تخصص در امور اداره کشور و دانش ها دارن. کار کشورداری کار آخوند نیست. کار آخوند همون چیزیست که در درازای تاریخ بوده، گرفتن سهم امام و اندرزگویی به مؤمنان، شاید اونها مؤمنان مؤمنات، شاید اونها به حرف اونها گوش کنند. بسیار سپاسگزار آقای محمد امینی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، که از طریق اسکایپ باهاشون بودیم. آقای نوریزاد، 2.5 دقیقه فرصت داریم پاسخ شما رو بشنویم در پیوند با آخرین سوالی که بنده کردم. واقعیتش اینه که آخوندهای ما پند و نصیحت جناب امیر رو نمیشنوند، کما اینکه پیش از ایشون هم هزاران نفری اینها رو پند دادن که آقا شما به تای خط رسیدید و مسئله کشورداری یک علم، یک تخصصه و شما این کفایت رو ندارید و طبق قوانین اسلامی خودتون که شایستگان باید بر مسند باشند، شما شایسته این مسند نیستید. اما واقعیتش لقمه چربی که آخوندهای ما به او دست یافتند هرگز جوری نیست که اونها بخوان کنار بکشند، به ویژه که اینها دستشون به خون مردم آغشته شده، به روفتن اموال مردم، به زدن و زندانی کردن و تاراندن مردم. یعنی اینا چه بخوان چه نخوان یک طرف دعوا هستن. این نیست که الان دست بکشن برن توی حوزه ها و بر منبرها بنشینن و موعظه بکنن. اینها یک طرف دعوای خونین این سالها هستن. اینها بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب زدن و کشتن و مصادره کردن و آبروها رو بردن. این نیست که حالا براحتی برن کنار. اینا میدونن که اگر کنار برن طوفان در میگیره و هست و نیستشون آتش میگیره. من باورم بر اینه که آخوندهای ما کما اینکه در سال 88 هم نشون دادن، اگر نفر به نفر مردم ایران رو قتل عام بکنن از این موقعیت دست نخواهند کشید، مثل بشار اسد. خب مردم ایران باید چه کنن؟ یه دقیقه بیشتر وقت نداریم. بله، چه باید میتونیم، چه باید بکنیم؟ من میگم که پاشنه آشیل یا نقطه ضعف آخوندها آگاهی است. اونها به شدت مشتاق جهالت مردم و مخاطبینشونن. ما اتفاقا باید آگاهی رو منتشر بکنیم و جهالت اونها رو هو بکنیم، یعنی نشان بدیم که شما جاهلید و به این شکل زیر دیوار قلعه بلند اونها آب ببندیم و این قلعه حتما فرو ریختنی است، حتما فرو ریختنی است. بسیار بسیار سپاسگزار آقای محمد نوریزاد از تهران، از طریق تلفن در خدمتشون بودیم. شبتون بخیر آقای نوریزاد در تهران.